سلام، مرضیه فیروز هستم. به کانال آموزش معماری خوش اومدید. با قسمت دوم ویدیو آموزش طراحی پلان مسکونی در خدمتتون هستم. حتما قبل از دیدن این ویدیو، ویدیوی قسمت اول رو ببینید. در ورودی خونه رو این محدوده قرار میدم. سرویس بهداشتی رو اینجا طراحیش میکنم. حداقل عرض مفید برای سالن باید 5 متر رو داشته باشیم. خب معلوم از 5 متر بیشتر داریم. برای سرویس بهداشتی هم بهتره که ما یه سرویس بهداشتی حدوداً مثلا حداقل عرض 1.40 باید داشته باشیم. اگه عرض 1.40 میذاریم برای سرویس بهداشتی، طول سرویس باید مثلا از 2 متر بیشتر باشه حتما. حالا من عرض 1.5 رو اینجا در نظر میگیرم براش. یه آفست 1.5، یه 10 سانتی ضخامت دیوار. این خط تا این ته امتداد میدم چون میخوام آشپزخونه هم امتداد با این باشه. حالا عرض اینجا رو در نظر میگیریم چقدر شد 6.20. اینجا در خونه رو بعد در نظر بگیم، 1.5 در نظر میگیرم براش یا 1.60. 80 تا از این سمت آفست میگیرم، 80 تا از این سمت و تریم میگیرم. از این فاصله رو تا اینجا در نظر میگیرم 2.76 هستش. میتونیم مثلا 2.60 از این آفست بگیریم تا اینجا که سرویس بهداشتیمون رو اینجا. این ادامه نخواهد داشت. این حدودا میشه قسمت ورودیمون، هشتی ورودیمون اینجا قرار میگیره و از این سمت هم 1.20 من یه راه رو در نظر بگیرم برای سمت اتاق خوابا که پشتش هم آشپزخونه قرار میگیره. امتدادش میدم تا اینجا. خب یه خط از اینجا ترسیم میکنم تا اینجا. از هر طرف 50 سانت آفست میگیرم، تریم میگیرم. حالا این خطم پاک میکنم. البته میتونیم اینو بیاریم یه ذره استرچش کنیم که فضای این سمتمون قابل مبلمان بشه. یکم جا به جاش میکنم به اندازه 30 سانت تا اینجا. یه دیستانس از اینجا میگیرم تا اینجا ببینم چقدر شده. 3.40 خوبه. اینجا هم دیگه آشپزخونه، محدوده آشپزخونه این میشه. آشپزخونه باید حتما نور داشته باشه. پس یه نورگی برای آشپزخونمون در نظر میگیریم. نورگیر آشپزخونه 6 متری هستش. یعنی میتونید یه فضای 2x3 طراحی کنید. پس من از درز انقطاع، بچه همیشه از درز انقطاع حساب میشه. یه خط ترسیم میکنم روی درز انقطاع. ازش آفست 2 متر میگیرم به سمت داخل. از این پایینم یه 20 سانت ابتدا ضخامت دیوار در نظر میگیرم. از این سمتم یه 20 سانت به این سمت. یعنی فضای مفید اینجا باید 2 متر باشه. حالا 3 مترم از داخل این دیوار تا اینجا، یه 20 سانتم آفست این سمت. اینا رو به هم فیلت میکنم. این دیوارم نداریم اینجا. ببینید از اینجا تا اینجا 3 متر هست. از اینجا تا اینجا 2 متر. میتونم یه پنجره اینجا بذارم، یه پنجره هم اینجا بذارم، ولی برای اینجا نمیتونیم پنجره بذاریم. من انتهای دیوار رو میبندم اینجا. این قسمت یه آشپزخونه برای پخت و پز اینجا طراحی میکنم. یه 60 سانت هم از اینجا کابینت در نظر میگیرم. از این ورم میتونید یه 60 سانت کابینت در نظر بگیریم. فعلا 60 سانت در نظر میگیریم. اگر بعداً مثلا جای یخچال خواستین طراحی کنید، این ضخامت 60 سانت بیشتر خواهد شد. برای ورودیمون هم خوبه که یه کمد داشته باشیم. از اینجا من یه خط ترسیم میکنم، یه آفست 10 سانت میگیرم به این سمت و اینو جا به جاش میکنم، میارم اینجا قرارش میدم. این خط رو دیگه پاک میکنیم. اینجا میشه کمد ورودیمون. این خطایی که به این صورت ترسیم کنیم مریم لایه 1. حتی کابینت هم میتونیم یه لایه برای کابینت بسازیم. فرنیچر آشپزخونمون و اینا رو ببریم توی اون لایه. اکستند میکنم این خط رو تا اینجا و حالا یه خط هم اینجا ترسیم میکنم. یه 10 سانت آفست میگیرم به سمت داخل، از اینم یه 10 سانت به این سمت. شستانت هم کابینت های اینجا رو در نظر میگیرم و درش هم میتونیم این وسط قرار بدیم. در آشپزخونه میتونه 80 سانت باشه، میتونه 90 سانت باشه. من 90 در نظر میگیرم براش. 45 سانت هر طرف.
من حالا در سرویسمونو 10 سانت از دیوار فاصله میدم و 90 تام عرض درمون هست. تا اینجا بخش زیادی از کار رو انجام دادیم. میتونیم این قسمت یه ناهارخوری برش در نظر بگیریم و یه تراس هم بدیم و فضاهامون تعریف بشه. یعنی مثلا فضای ناهارخوریمون از فضای مثلا سالن پذیراییمون جدا بشه و یه جور تعریف بشه فضامون. بهتره که حداقل عرض ناهارخوریتون 4 متر رو داشته باشه. هر شیمون دیگه بقیهش میره برای تراس. از این سمت هم 4 متر در نظر میگیرم. 20 سانت هم ضخامت دیوارش رو میدیم. اینجا میشه یه تراس و نرده یه تراسمون هم یا دیوارش رو میذاریم. چون دیوارش کوتاه هستش با یه رنگ دیگه باید نشون بدیم. میتونیم با 2 یا 3 نشونش بدیم. اینجا هم پنجره میخوره. اینجا میشه سالن ناهارخوری. قسمت فضای ناهارخوریمون. اینجا هم سالن پذیراییمون. خب حالا باید یه بازشو برای آشپزخونه‌مون در نظر بگیریم. از این دیوار من یه آفست 1.20 در نظر میگیرم. میتونیم این امتدادم بیاریم ببینیم تا کجا میاد. بهترین حالت اینه که این امتداد رو در نظر بگیریم براش و این بشه بازشوی ما. چقدر هست؟ 1.5 متر هست. این فاصله رو پاک میکنم. حالا میتونم اینجا یک کابینت براش در نظر بگم. 60 سانت هم اینجا کابینت میذارم. یه آشپزخونه خیلی خوب شد. هم آشپزخونه یه پخت و پز داره یا به عبارت آشپزخونه یه کثیف. ناهارخوری داریم الان اینجا و کابینت ها و اینا. حالا بریم سراغ طراحی سمت اتاق خوابا و فضاهای خصوصیمون. برای اینجا ما بهتر که آشپزخونه‌مون به این سمت به نشیمن باز بشه. پس یه نشیمن اینجا طراحی میکنم. عرض نشیمن خوبه حداقل 4 متر رو داشته باشیم. از اینجا من یه آفست 4 متر میگیرم. امتدادش میدم تا اینجاها بیاد و حالا شروع میکنم به تقسیم بندی فضاهام. از این سمت هم باید امتداد بدم به اینجا. اینجا مثلا بشه فضای نشیمن. 10 سانت هم آفست میگیرم به این سمت. ببینیم چقدر فضا اینجا. 3.90 متر. اینجا این فضای آشپزخونه کثیفمون خیلی بزرگ شده و ما اینجا 4 متر رو میخوام داشته باشم و اینورم همینطور. اینجا هم 4 متر رو میخوام داشته باشم. الان این آفستی که گرفتیم 4 متر. از اینجا تا اینجا 3.90 متر. میخوام یه ذره اینا رو شیفت کنم بالاتر قرار بگم. این سمت رو میخوام شیفت کنیم. از اینجا من استرچ میکنم. ببینید به چه صورت انتخاب میکنم. این خطای بالای 90 انتخاب شد. میبینید الان کجاها انتخاب شد؟ به این صورت. به اندازه 20 سانت میبرمش بالاتر. حالا این امتدادم باید 20 سانت بره بالاتر. و حالا این 20 سانت رو من به سمت اتاق خوابا میدم. یه اندازه میگه از اینجا ببینم تا اینجا چقدر مونده. 4.10 داریم از اینجا تا اینجا. از اینجا تا اینجا هم گفتیم باید حداقل 4 متر رو داشته باشیم. حالا من میخوام یکم هم طول این راه روی کمتر بشه. هم که این آشپزخونه کسیمون به این بزرگی نیاز نداریم. پس یکم اینا رو استرچ میکنم بره بالا. عرضش چقدر هست آشپزخونمون؟ 2.5 هستش. عرضش 2 متر هم باشه تا کافیه. یه مقدار از این عرض کم میکنم. اینو تا اینجا میارمش و بقیه از اینجا تا اینجا شد 4.30. 30 سانت من میبرمش بالا تا بتونیم اینجا اتاق خوابمونو داشته باشیم. این خط رو امتداد میدم تا اینجا. یه آفست 10 سانت ازش میگیرم که اینجا شد فضای مفید نشیمنم. یکم باز میتونم جابجاش کنم بیارمش بالاتر. چون میخوام این راه رو هم طولش کمتر بشه. یه چیزی حدود مثلا 50 سانت دیگه میبرم اینا رو بالا. چون ما آشپزخونه‌مون فضاش خیلی بزرگ شده بود. از اینجا تا اینجا شد 4.5. از اینجا تا اینجا شده 4.40. باز اینا رو استرچ میکنم میارم بالا به اندازه 50 سانت. و چقدر مون؟ 4.90. فکر میکنم 20 سانتی هم جا به جا بشه اوکیه. اینا رو 20 سانت میارم بالا و آشپزخونه‌مون هم به همون نسبت 20 سانت بالاتر بره. هم طول این راه روی کمتر شد. هم اینکه اتاق خوابمون بزرگتر شد. آشپزخونه‌مون که فضاش فضای مفیدی هست. از هر طرف هم 1 متر میتونید فاصله بدید از اینا.
و برای وسط هم یه کانتر تعریف بکنیم که جزیره بشه. تا این قسمت هم امتداد میدیم کانتر آشپزخونه رو. عرض کانتر رو ببینیم چقدر شده. 1.20 میتونیم تا 1 متر هم کمترش کنیم. یه 10 سانت از این ور کم میکنم. 10 سانت هم از این سمت. میریم برای تقسیم بندی اتاق خوابا. 3.60 عرض اتاق خوابامون 90 کمتر باشه. من 3.60 آفست میگیرم. یه 10 سانت هم به این سمت. بقیهش رو پاک میکنیم. این شد یه اتاق خواب. اینم حمومشه. این اتاق خوابمون هم قراره اتاق خواب مسترم شه. 3.60 هم از این سمت آفست میگیرم. یه 10 سانت هم به این سمت. اینو بهش میرسونم. از اینم یه آفست 10 سانت میگیرم. تقسیم بندی اتاق خوابا رو انجام دادم. یه خواب اینجا شد که همونش اینجا هستش. قراره یه خواب اینجا طراحی بشه و یک راهروی دسترسی بر اینا. عرض راهروی دسترسیتون میتونه اینجا 1.10 هم باشه. برای من 1.20 در نظر میگیرم که راهروی بهتری بده برام. 10 سانت برای این سمت. میتونه این بیا تا اینجا. خب اگه این فضا اینم خط رو امتداد بدم تا اینجا میتونم اینجا کمد داشته باشم و یه حموم. یه اتاق خوابمون میتونه تراس هم داشته باشه. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. دکمه سابسکرایب رو بزنید و منتظر ویدیو بعدی من باشید که ادامه طراحی همین پلان هست. لایک و کامنت هم فراموش نشه.